بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه سوم شهریور 1395 و برابر است با 24 آگست 2016. نمیدونم برای شما به اتفاق میفته که کاراتون رو ردیف میکنید که مثلا برید آنلاین بیلتون رو پرداخت کنید، صورت حسابای ماهیانتون رو پرداخت کنید، یه دفعه میبینید که میگه باید اینو آپدیت کنی، بعد میگی حالا اندرام بدم ندم، میگه حالا ولش کن نمیخوام چیزام بریزی به هم، میخوای کارات انجام بدی، میگه تا آپدیتش نکنی نمیتونی کارات انجام بدی. خلاصه این ماجرای فیسبوک هم من رفتم که به اصطلاح مثل هر روز بزنیم لایو ویدیو، اصلا سازمانش عوض کرده، گذاشته نمیدونم پابلیش، بعد میشه واچ ویدیو، بعد میشه لایو ویدیو. خدا بگم به این جوانها چه کار کنه، عمر طولانی بده که به ما بیشتر اذیت کنن، ما هم بیشتر یاد بگیریم. این از این. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو هستیم. ایشون قبل از برنامه اصلیشون میخوان یه مقداری در رابطه با برنامه هفته قبل راجع به فیسبوک، بعد راجع به این میدیا رسانه ها صحبت کنن. اتفاقا نوشتن یه مقداری هم میخوان درباره صحبت هایی که من بعد از برنامه کردم صحبت کنن، و میدونید تو تلویزیون مردم همه آزادن، از هر کسی میخوان انتقاد کنن. خود من مثلا از آقای محسن نادر نژاد انتقاد میکنم. اتفاقا یکی دیگه از دوستانم دیروز زنگ زد گوه های سوربی، داشتم برنامه آقای نادری نژاد رو نگاه میکردم، خیلی برنامه خوبیه، اگه ایشون لطف کنن برنامه هاشون به اصطلاح ویدیوهای جدید درباره امروز اینها بفرستن خیلی بهتره، چون چیزایی که قبلا گفته شده بعضی هاش دیگه الان چنگی به دل نمیزنه، کهنه میشه دیگه، بالاخره اخبار کهنه، این روزا اخبار جدیدش چیه که دیگه اخبار کهنه باشه. بعد این دوستمونم میگفت که آقای نادری نژاد حرفاش زد و نقیزه، خود ایشون مثلا از خانم گوگوش ایراد گرفته که چرا این آهنگ رو درباره افراد همجنسگرا خوندی و شما وظیفت این نیست، وظیفت اون هست که بیای برای مردم این آهنگو بخونی، این آهنگو بخونی اینها. بعد بلافاصله به یه جای دیگه به آقای مسعود بهنود میگه شماها در زمان انقلاب اینجوری نوشتید اونجوری نوشتید، درباره دکتر نوریزاده میگه اینجوری نوشتید اونجوری نوشتید، شماها باید اون رو هم می نوشتید و چون بدیها رو میگفتین خوبیها رو هم بگید، ضمن اینکه خود آقای نادرنژاد این کارو نمیکنه و فقط انتقاد میکنه و بدیها رو میگه. به نظر من اتفاقا کار میدیا همینه. ببینید اونها خوبیای خودشونو میگن، آقای بهنود، آقای دکتر نوریزاده، اینها خوبیای خودشون میگه، وظیفه میگن، وظیفه افرادی مثل آقای محسن نادرنژاد اینه که بره اشکالا رو بیاد بگه، و اون شعری که میگن چون بدیهاشو گفتی حالا از نیکیهاشم بگو، به نظر من صدق نمیکنه. این دوتا کار مختلفه، یه نفر میاد تبلیغ میکنه، اون یکی میاد میگه اینجایی که این تبلیغ میکنه این قسمتش غلطه، دروغه. نظر شما چی هست؟ و خیلی ممنونم، خوش آمد میگم به خانم دکتر بهیه جیلانی، منتظر این هستیم که شما یه مقدار اون کارهای دادگاه و مشکلاتی که براتون دوستان درست کرده بودن به اصطلاح برطرف بشه، شما رو هم در برنامه مخصوصی داشته باشیم. متاسفانه رادیو کیان یه یک ماهی رفته بودن مرخصی و ما برنامه شما رو هم نداشتیم، حالا که برگشتن باید با آقای سرهنگ فرهومند صحبت کنم، و خیلی واقعا میگم جای تأسفه که این دوستان به خودی ها که میرسن به قولشون وفا نمی کنن. مثلا اگه میگن من هفته آینده این ویدیو رو میفرستم، اگه میگن هفته آینده من این حمایت رو انجام میدم، نمیدن، پشت گوش میندازن، ولی به اون شرکتی که اگر اون کار رو نکنن جریمهشون میکنه، تلفنشون رو قطع میکنه، آب و برقشون رو قطع میکنه، سر موقع از ترسشون میرن کار انجام میدن. خب چه کار کنیم؟ ما هم باید ترس ایجاد کنیم؟ نمیدونم چه باید تر. و اما گفتم سه بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو هستیم، ایشون هم هر چه میخواهد دل تنگش میتواند بگوید، برنامه مال خود ایشونه و شما هم میتونید هر چه میخواهید درباره ایشون بگید، و مردم هستن که قضاوت میکنن که
شما درست میگید، ایشون درست میگه، من درست میگم و الی آخر. خب امروز سوم شهریوره و 28 مرداد 5 6 روز پیش بود و طبق معمول این دوستانی که هنوز در 60 سال 70 سال 30 سال 37 سال پیش زندگی میکنن دست بردار نیستن. از 25 مرداد تا 28 مرداد یکی میگه عزای عمومی، یکی میگه جشن ملی، یکی میگه قیام ملی، یکی میگه کودتا، و من و شما این وسط باز وظیفمون میشه این که به افرادی که باور داریم حرفاشون درست تره اطمینان میکنیم گوش بدیم. یکی از این افراد آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور هست و دوستی گفته بود که ایشون در رابطه 28 مرداد هم صحبتی کرده، گفته بودم بله توی ویدیوهاشون موجود هست، ویدیوهای ایشون روی بایگانی تلویزیون مردم هست، اسم ایشون رو که بزنید دکتر عقیلی پور ویدیوهای 66 داشت فقط تو تلویزیون مردم، تو تلویزیونای دیگه هم بودن و رادیوهای دیگه، ویدیوهای دیگه هست. و با آقای عقیلی پور تماسی داشتم، ایشون هم مثل همیشه لطف کردن، پاسخ دادن و برای من ویدیویی فرستادن که متاسفانه این ویدیو اون ویدیوی تلویزیون مردم نیست، ویدیویی که آقای حسیبی با استفاده از انکودری که تلویزیون مردم براش گذاشته، برنامه‌ای که تلویزیون مردم بهش داده و پولی که بالا کشیده از تلویزیون مردم، اگه همه اونایی که طرفداران مصدق هستن مثل این حسیبی دزد زمینخوار باشن، خب بی خود نیست که مصدق بیچاره همون موقع هم به اصطلاح شکست خورد، چون واقعا اونایی که همراهش بودن یه دفعه عصر برگشتن تا صبح میگفتن یا مرگ یا مصدق، تا ظهر از بعد از ظهر گفتن نمیدونم مرگ بر مصدق. در صورت دیدم این ویدیو ویدیویی هست که آقای حسیبی برای سوء استفاده کردن و برای اینکه این برانور جا و مقامی پیدا کنه گاهی وقتی با این دوستان مصاحبه میکنه و از اسم نیک اینها سوء استفاده میکنه. به همین جهت آقای عقیلی پور من اون ویدیو رو تو تلویزیون مردم نشون نمیدم، چون ایشون حتی پولش رو هم نداده. این آقای ایرج رستمی که هنرپیشه بود سالها پیش فوت کرد، به من گفت مواظب این باش، این آدم پدرسوخته‌ای هست، این انقدر کلا برداشت توی کالیفرنیا بعد از اینجا در رفت، فرار کرد رفت چیز تگزاس و اونجا باز به همین کار زمینخواری و اینها ادامه داد. بماند پس منتظر ویدیوی شما هستیم. من متاسفانه نمیتونم برم نگاه کنم اینا رو، تاریخ ها رو پیدا کنم، خیلی کار دارم و دیدید من مثلا یه برنامه گذاشتم با این آقای محمد شریفی، عنوان این برنامه هم حقیقتا باید این بود من قاتل نیستم، کسی که اتهام یا متهم شده به قتل دو نفر همسر سابقش و یا آقای آمریکایی، بعد میگه که اصلا من اونجا نبودم، توی لس آنجلس بودم، میگه اصلا با هفتیر من کشته نشده، با هفتیر خانمش بوده، اون هفتیرم گم شده، اینها جعل کردن اینها. و چند تا از دوستان تماس گرفتن، ممنونم. اولا یه نفر $200 گفت میفرستم که من هم به آقای محمد شریفی گفتم و ایشون درباره کمک های مالی گفتن که میتونید به پدرشون که در همون آلاباما هستن آدرس دادن، به ایشون به اصطلاح نامه بنویسید، کمک مالی بفرستید. یه چند تا آپشن دیگه گذاشتن که مثلا شما میتونید با کریدیت کارت و اینها مستقیما به حساب خود زندانی پول بریزید و در هر صورت حالا اگه کسی این وسط به خاطر این کاری که تلویزیون مردم کرده، آقای شریفی هم خیلی لطف کرده بود نوشته بود برای دوستاشم که تلویزیون مردم بدون هیچ چشم داشتی این کار را انجام داده، کسی مایل باشه بخواد کمکی کنه، پولی بده به تلویزیون مردم، خب ما اون رو با کمال میل قبول میکنیم و میپذیریم. و اما بذارید من اینجا بنویسم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دیدم که این به خاطر چیزی که توی فیسبوک به وجود اومده بود، یه دو دقیقه من گیر اون شدم یاد بگیرم چه باید کرد، این نوشته نشده که حالا هم این رو میارم اینجا ببینم. بله اجازه بدید یک لحظه و ببینیم که اینجا میذاره کار کنیم یا نه. بله این فعلا اجازه بهمون نمیده، فعلا با همین
چیزا خوش باشید تا ببینیم چه باید کرد. یا اینجا من اینو باز کنم ببینم میتونم اینجا with blaster switch to. بله بعضی وقتها این کامپیوترها یه پروگرامی داره خوب کار میکنه، نیم ساعت دیگه برمیگردی میخوای ازش استفاده کنی فریز میشه. این کلمه فریز یعنی منجمد شدن و خشکش میزنه، منجمد میشه. بماند. آقای پرویز مینویی امروز 5 بعد از ظهر از تگزاس برنامه دارن، با شما خواهند بود. محمد شریفی محکوم به اعدام، تماس‌های دوستان، نامه، کمک مالی و اینها رو توضیح میدم. دوستان دقت نمی‌کنن ویدیوها وقتی برنامه شروع میشه، ما بر اثر این تجربه چند ساله‌ای که داریم توی اون برنامه به من توضیح دادم که دوستان اگر به نظر شما، چون بعضی از ایرانی‌ها میگه آقا اصلا از صداش معلومه که این آدم پدرسوخته‌ایه، اون یکی میگه آقا اصلا از قیافش معلومه که این قاتله. گفتمتون بارها اگر FBI بدونه ما ایرانی‌ها از قیافه تشخیص میدیم طرف قاتله، از صدا تشخیص میدیم که این آدم بزهکاریه، همه ایرانی‌ها رو استخدام میکنه دیگه، اینقدر مأمور مخفی و دستگاه‌های دروغ‌سنج و بدبختی و بیچارگی نداره. ولی اونا هنوز نفهمیدن که ما ایرانی‌ها چه به اصطلاح هوش خاصی داریم. اگر گفتم شما باور دارید که این بنده خدا قاتله و دروغ میگه و اونها رو کشته، خب شما با اون هیئت جوری که به این حکم اعدام داده هم فکر هستید و کار شما انجام شده. من این برنامه رو گذاشتم چون با شناختی که از آلاباما دارم، آلاباما که به خود آمریکایی‌ها رحم نمی‌کنه، آلابامایی که نجات پرستی توش هنوز بیداد می‌کنه، بعد دیدم ایشون میگه که وقتی ازدواج کرده با این خانم آمریکایی، حتی شوهر قبلی این خانم گویا بچه‌شون رو آزار و اذیت کرده، بعد دشمن داشتن. که من حالا اگر جمعه بشه یه فرصتی باشه باز با ایشون ساعت 3 بعد از ظهر صحبت میکنم. خب ایشون تو زندانه، به اصطلاح امکانات اینجوری نیست که هر وقت دلش خواست تلفن بغل اتاق بغل تخت خوابش باشه، باید برن توی راهروی اونجا وایسن. اگه نفر قبلی داره تلفن میکنه ایشون تو نوبت وایسه، اگه بهش بگی تلفن رو قطع کن، عکس‌ها رو نشون دادم، میزنن هم دیگر با چاقو هم دیگر میزنن. اینا تو زندان، اونایی که آقای شریفی که میخواست PhD بگیره، بله یه چیزی براش تو زندگی مهمه، الان فکر آزادیشه، ولی بعضی از اینا دیگه میگه که من بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست. البته فیزیک و کوانتوم و اینها ثابت کردن بالای سیاهی رنگی هست، ولی ما حالا امروز درس فیزیک نمیخوام بدیم. خب بذارید ببینیم که این دوستان چی میگن. هوشنگ شیرازی عزیز میگه که برخی از برنامه‌های سربی با مردم ارزش دیدن چند بار را داره. البته این نظر من است و این کار را من میکنم. خیلی ممنونم از شما هوشنگ جان. البته من دیروز براتون چیزا رو پست کردم، کتاب و اینها، و به زودی شما روی ابرها راه خواهی رفت. حالا حتما میگی چجوری سربی میخواد منو ببره داخل پیغمبرا و اونها. دیدی که همه اینا میگن بالا هستن. آقا یزدان خداوندی رو در این باره توضیح داد که چرا همه فکر میکنن خدا بالاست، بهش بالاست، پیغمبر بالا. این همش از اون پرواز و عقاب و داستانهای قدیمی و سیمرغ. من تازه فهمیدم سیمرغ تو آمریکا همین پرنده آتشین بهش فینکس میگن، یا انواع تو ایرانی میگفتیم. در صورت ممنونم. راستی سیاه رنگ نیست. خب چیه این پیام؟ خیلی خوشحالم دوباره اینها را که تعریف میکنید به داستانهای ره اعتمادی شبیه هست. ره اعتمادی یا اینجا بی اعتمادی. در هر صورت این داستانهای منه. شما آقا پیام اگه صحبتی داری بیا بگو. این پیام یکی از اونایی بود که هر کسی تو تلویزیون مردم برنامه میذاشت میومد میگفت من اینجوریم، 4 تا دلیل میورد که آقا این دروغ میگه، این داره اغراق میکنه، اصلا از این خبرها نیست. اون بنده خدا هم شب به در کت شلوارشو برمیداشت و فرار میکرد و میرفت. یعنی حقیقتا این آقای چیز خیلی به ما ضرر زده. حالا امیدوارم که البته هر وقت کمک خواستیم از لحاظ تکنولوژی و IT و اینها کمک کرده، از این بابت ازش ممنون و متشکرم. تلفن رو داریم، 2 تا تلفن داریم. تلفن 703-957-61 بذارید بهتون اینجا نشون بدم. 703-957-61-50 میتونید تا 10 دقیقه پیام بذارید، ولی تو رو خدا از این استفاده نکنید. همون 202 202 این خیلی خوبه. 3 دقیقه
اجازه بدید ببینم اینه. بله، هم تلفن میتونید بفرستید هم تکست. 3 دقیقه میتونید پیام بذارید. 202-695-2573. امروز برای یه خانمی که از ایران یه مقداری من کمکش کردم به وسیله دوستانی که در ترکیه هستن، کارشون درست شد رفتن ترکیه، خیلی هم لطف کردن برعکس دیگران که اصلا دیگه فراموش میکنن، ایشون با ایمیل با فیسبوک پیام فرستاده بود که با این خانواده آشنا شدم، این خانواده من رو مثل دختر خودشون قبول کردن و کمک میکنن و اینها، با بچهش الان اونجا هست و اینا. بعد نوشته بود که این زرتشتی ها که اینجوری میگن اونجوری میگن همچین هم کمک نمیکنن. گفتم من نمیتونم از زبان شما بگم، شما پیام بذارید و من پیام شما رو پخش میکنم. برای من نوشتونم باید با 201 زنگ بزنم. گفتم بله 201 و این شماره 202 اینها. بعد ایشون میگه این شماره تلفن چیه؟ میگم خب شماره تلفن مردم تیویه، شماره تلفن آقای رئیس جمهور آمریکا که نیست که. شما داری با کی صحبت میکنی؟ داری با من صحبت میکنی. من کجا هستم؟ مردم تیوی هستم. این شماره مال کیه؟ مال مردم تیویه. البته میدونید خود منم گاهی وقتا انقدر تون تون با این و اون تماس میگیرم، بعد که طرف برمیگرد میگه آقا من حاضرم، میگم حاضرم برای حاضری برای چی؟ اصلا یادم رفته. باید یه مقداری به طرف بگین. البته من پیام خود ایشون رو که نوشته بود براش فرستادم. خب مرسی، ایشون میگه ارادت داریم. به به، آقای یزدان خداوند رو میگه که من امروز بعد از چند ماه موفق شدم برنامه شما رو به صورت زنده از فیسبوک ببینم. خوب شد شما آمدی یا از فیسبوک میبینی، به من یادآوری میشه که من برنامه فیسبوک رو همینجوری که شما دوستان لطف میکنید با دوستانتون شیر میکنید و خیلی ساده است، خودم هم شیر کنم با صفحه فیسبوک سوربی. این کار رو در قسمت برنامه آقای یزدان خداوندلو هم انجام میدیم و با صفحه شخصی خودشون هم به اصطلاح شیر میکنیم. شیر کردن یعنی سهیم شدن، در میان گذاشتن و هر چیزی که خود شما بعد سوربی با مردم. همین الان این کار کردن، شما چه در صفحه تلویزیون مردم، در صفحه فیسبوک، چه در فیسبوک سوربی میتونید این برنامه ها رو اگر فیسبوک یاری کنه عوض نکنن، من با سن 60 سالگی بتونم بفهمم دارن چی کار میکنن وصل کنم، شما هم ببینید. خیلی خوشحالم آقای یزدان خداوند لو که شما وصل شدید. دلیلش اینه که اقلا به خودمون ثابت میشه که اگر من وصل نشدم شاید یه اشکالی تو کامپیوتر منه، شاید یه اشکالی تو کانکشن منه. کانکشن یعنی اون ارتباط منه. من خودم براتون یه چیز خنده‌دار بگم. ما قبلا با سرویس کاکس بودیم. کاکس گفت که ما توی این قسمت‌های به اصطلاح رزیدنشال و اینها نمیتونیم اون سرعت‌های بالایی که شما می‌خواید بدین و اینها. رفتیم با شرکت ورایزون، یه اینترنتی داره به نام فایز، FIOZ یا FIOS نمیدونم یعنی چی، و اینها آمدند و انجام دادن و بیرون دستگاه گذاشتن و تو بیسمنت کار کردن، تو زیرزمین، و آمدن اینجا کار کردن. تا چند روز پیش اینجا بر اثر صاعقه برق رفت، بر اثر رعد و برق یک دقیقه برق رفت، برق رفت و برگشت. من آمدم اینجا گفتم ببینم که این سیستم ما کار میکنه، دیدم بله، ما چون یه باتری بکاپ گذاشتیم اگر برق یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت قطع بشه کامپیوتر ما، اینترنت ما قطع نمیشه. بعد دیدم اه قطع شده، گفتم ما که برق داریم، کامپیوتر قطع نشده، ولی چرا اینجوری شده و اینها. خلاصه گفتم بذار ببینم شاید سیستم این ورایزون فرق میکنه با کات. بعد رفتم دیدم بله، ورایزون برای اینکه بتونه به ما سرعت بیش از 50 بده که الان تا 500 مگابیت حتی داره میرسه، و دیدم حالا دیگه کاکس تبلیغ میکنه 1 گیگابیت یا گیگابیت نمیدونم، مردیم از دست این پیام و این آیتیا. هی اومدن قول دادن دیگه کاغذ نمیبینیم، دیگه زحمت نمیبینیم، زحمت اونو زیاد کردن، چشمامونو ضعیف کردن. میگه به خاطر اینکه من و شما از صبح تا شب با کامپیوتر و با تلفن و با آیپاد کار میکنیم، چشممون تمرین نمیکنه مثل اون وقتا که میرفتیم نگاه میکردیم ببینیم اون که از دور میاد دوستمونه یا دشمنمونه، اون اتوبوسی که داره میاد همونی که میخوایم سوار شیم، اون درختی که دور هست چقدر قشنگه. به همین خاطر هر از یک ساعتی شما باید عینک تو
عینکتون رو بردارید اگه عینکی هستی، قشنگ یکم چشماتون رو اینجوری ببندید که لوبریکیت بشه، یعنی روغنکاری بشه، گریسکاری بشه. حالا نه گریس بر ندارید بکنید چشمتون، خود سیستم طبیعت این کار میکنه. بعد چشماتون رو بالا پایین رایت سمت راست سمت چپ، بعد نگاه کنید به دور. اصلا الان اونجا مثلا یه عکسی من میبینم برام واضح نیست، نگاه کنید به نزدیک، دوباره نگاه کنید به دور، دوباره نگاه کنید به نزدیک، درست این یه عکاسی که دوربینش رو که میخواد امتحان کنه اون لنز رو اینجوری میچرخونه که زوم آوت زوم این فوکس که فوکس نه فوکس و الی آخر. در صورت اینم از این خوشحالیم که آقای یزدان خداوندلو با ماست. آقای خداوندلو اگر از اول برنامه به ما با ما نبودید، من گفتم که آقای خداوندلو در برنامه خودش قبل از موضوع اصلیش میخواد یه مقداری درباره همون صحبت رسانه، همون صحبتی که شاید هم سوالی که من کردم که چرا رسانه های ایرانی اونی که برنامه داره باید پول بده، مثل تلویزیون آمریکایی نیست، مثل تلویزیون اروپایی نیست و ما اقلیت هستیم. من یه دونه آگهی ندارم، یه دونه آگهی دارم از نیاک، اینم مجانیه. باورتون میشه من مجانی چون کاری رو که اینا انجام میدن دوست دارم این آگهی رو میذارم، اون وقت ببینید بابت این فکر میکنن من میلیون ها دلار از نیاک گرفتم چون نیاک رو بس کردم با آخونده. خب جامعه ای که اینجوریه من نمیتونم. آقای محسن نادری نژاد خیلی قشنگ تعریف میکنه که اگه 100 نفر 100 تا 5 دلار این رو بذارن جزو نمیدونم صدقه حضرت عباسشون، دونیشنشون، یا جزو وظیفه فرهنگی در قبال یه تلویزیونی، من نمیگم تلویزیون مردم، ایشون باز مثال زده تلویزیون های پابلیک، بعد میگه ایرانی ها یه ما دو ما میان با شوق و ذوق یه چیزی رو کمک میکنن، بعد دیگه کمک نمیکنن. بعد به دوستان که میگی اونا میگن اوکی واه با سوربی که دوستیم، این حتما به ما نیست. آقا دشمنای من که به من کمک نمیکنن، دشمنای من فکر این هستن که به من ضربه بزنن. پس ما ز یاران چشم یاری داشتیم یا داریم. اتفاقا امروز برای آقای سرهنگ فرهومند نوشتم بابا جون ما ز سرهنگ چشم یاری داشتیم. خب شما که میگی من تا آخر جولای اون حمایت رو میفرستم، بعد میگی حالا برم وکیشن بیام، بعد میگی حالا به هم دوز زده. خب این که نمیشه که. شما میتونی به شرکت تلفنت بگی که آقا من توی هلند که بودم دوز پولمو زد، حالا این ماه میگه اوکی تلفن فعلا قطع میکنیم، هر وقت پول گیرت اومد بیا، جریمه وصل کردنم بهت میدیم. اینه دیگه. در هر صورت ممنون و متشکرم. این کامران نازنین کامرونم با ما هست و امیدوارم که این دوستان یه روزی تصمیم بگیرن دوباره با جامعهشون آشتی کنن. همه اینها من میفهمم، همه اینها یه روزی آمدن با به اصطلاح نیت پاک، با قلبی صمیمی اومدن جلو کمک کنن. انقدر ما ایرانی ها اذیتشون کردیم، گفته ببخشید نخواستم، چی میگن؟ میگن عطاشو به لقایش بخشیدم، یعنی اون خوبیاشو به این اذیتی که به من میکنه بخشیدم، ول میکنه میره دنبال کارش. ولی شما باید استوار باشی، شما باید محکم باشی. اگر قرار بود معلمای ما از اذیت و آزار بچه‌ها، از اینکه ماشینشو پنچر میکردن، از اینکه بعد از ظهر که تعطیل میشدیم ما میدونستیم معلم رفته خوابیده، میرفتیم در خونهش سنگ میزدیم فرار میکردیم، اونا هم میخواستن جامعه رو ول کنن، همه ما یه عده الان بی سواد بودیم. پس با پشتکار اونها، با مقاومت اونها، من و شمایی که از مدرسه فراری بودیم امروز توی مهمونی ها میشینیم میگیم یادش بخیر آقای حکیم الهی معلم خوبی بود، آقای نظری معلم خوبی بود و الی آخر. اون احمقایی هم مثل آقای جعفری کوتوله که بچه ها رو میزد و یه پدر یه نفر اومد سر کلاس جلو همه زدش، دل همه ما خنک شد، هنوز هم میگیم اون جعفری کوتوله آدم احمقی بود. اینم از و اما آقای محمد شریفی گفتم ایمیلاش نمیخونم، بنده دیروز نوبت دکتر داشتم که برم این دندونامو تیز و تمیز کنم. الحمدلله حالا ما از لحاظ نژادی، از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ ارثی هرچی بگید دندونای خوبی داریم و گفتم من برای اولین بار بعد از 30 سال توی آلمان رفتم دکتر، گفت چته؟ گفتم هیچی، فقط اومدم چک کنم. همه رو نگاه کرد گفت خیلی خوبه، آخرین باری که دکتر دندون بودی کی بوده؟ گفتم این اولین و آخرینش فعلا. تعجب میکرد. در صورت ما اینجا
این شانس رو داریم که یک خانم دکتر دندانپزشکی ایرانی به نام خانم مژگان شعفی، سالهای سال ما میشناسیمش از موقعی که تازه فارغ التحصیل شده بود اینها. بعد میدونید اینایی که تازه فارغ التحصیل میشن یه حسنی دارن، چون سرشون خلوته بیشتر به شما میرسن، ضمناً هم میترسن بهتر کار میکنن، هم دانششون جدیده. پس سه تا حسن داره، اوکی؟ چون میترسن بیشتر دقت میکنن، دانشی که دارن دانش روزه، وسیله هاشون وسیله جدیده، بعدم سرشون شلوغ نیست مثل دکترای دیگه تو بره که من اومدم نیست. بعد به مرور زمان که میگذره مشتریاشون زیاد میشه، تجربهشون زیاد میشه و اینها، دیگه شما یه ارتباطی با اینا برقرار میکنی، راحت هستی، مثل خانواده‌ت هست. اینا اولا تبریک بهشون میگم، دو تا پسرشون الان دیگه دانشگاه رفتن، من همسرشون رو میشناسم، مادرشون رو میشناسم، مادر مژگان عزیز توی مطبش کار میکنه، خیلی قشنگ تلفن ها رو جواب میده، ردیف منظم، و فکر کنم ایشون مدیر مدرسه بوده، خیلی کاراش مرتب و بانوی مهربان و خوبی هست. در صورت گفتم خب ما هم بالاخره وقتی اینا لطف میکنن، ما هم از این ور باید این خیابون دو طرفه باشه. ایشون احتیاجی به تبلیغ من نداره، ولی اگه شماها تو منطقه فیرفکس هستید، رستون هستید، هرندون هستید و راحت تر هستید با دکتری که دندون پزشک ایرانی باشه، خانم مژگان شعفی، اگرم مشکلی دارید برای پیدا کردنشون به من یه ایمیل بزنید یا تلفن بزنید، من شماره تلفن و آدرس محل ایشون رو میدم. خیلی هم ساده است، آدرس محلشون توی 123 کنار خیابون، یعنی توی فیرفکس اون طرف میری دادگاه، این طرف ایشون سالهای سال هم هست، همینجا هست، یعنی نشون میده اجاره و ایناش هم درست میده، اذیت نمیکنه به ساب ملک و اینا. خلاصه خانواده خوبی هستن. این خیلی خوبه که شما به قول معروف میگن you are in good hand، شما جای خوبی هستی. این از وقتی که دندونها رو تیز کردیم و اینها، یک دو سه ساعتی هم آزاد بودیم، گفتیم خب حالا بریم بیرون یک گشتی بزنیم، هوا به شدت خوب بود، خیلی عالی بود، قدمی بزنیم. اینها رفتیم این منطقه رستون، این بالا نزدیک فرودگاه دالاس، اینجا هم جای قشنگیه، پر از ایرانی هم هست. اونجا که داشتیم قدم میزدیم، دیدیم ماشین اتوبوسی که میاد خون میگیره، اینجا میدونید اولین کشوریه فکر کنم تو دنیا که پیتزا رو آورد در خونتون، نمیدونم گروسری خاربار و شما اوردر میدی میاره در خونتون، فکر کنم اولین کشوری هم باشه که این چیزای موبیل رو آورده، یعنی کتابخونه سیار که توی اتوبوس‌های مدرسه بوده، بعد این به اصطلاح بلاد دونیشن موبیل که میاد. و ما هم گفتیم خب بریم، حالا نیم ساعت طول میکشه، یه مقدار خون بدیم. این اهدا کردن خون دوستان هم برای خودتون خوبه، هم برای اون نیازمندی که احتیاج داره. اگه یادتون باشه تو ایران یه چیزی بود به نام حجامت، بعد من یادمه تو شیراز یه زن کلیمی کوچولویی بود، اون وقتا میگفتن کلوک، یه چیز شکستنی بود، سفالی بود، توش آب بود و یه مش زالو، این مینداخت پشت شونش، بیچاره قوزم داشت و این خانمه تو کوچه ها داد میزد حجامت زالو. ما که نمیفهمیدیم این چی میگه، ما فکر میکردیم این میگه حاجی مزالو، میگفتیم حاجی مزالو چیه، ازش هم میترسیدیم چون صورت زشتی داشت، از این خالای بزرگ که توش مو اینجوری هست و اینها، تو این فیلمایی که وحشتناک دیده بودیم، این پیرزنای وحشتناک رو شبیه این بنده خدا درست کرده بودن یا ایشون شبیه اونا بود. در هر صورت این فریاد میزد حجامت زالو، من هیچ وقت هم نمیفهمیدم این حاجی مزالو برای چیه، ولی برید بخونید، به فارسی هم که بزنید سایت های زیادی هست توضیح میده. میگن که اتفاقا امروز داشتم راجع بهش میخوندم که صحبت کنم، حالا برگردیم به این ماجرا. رفتیم اونجا وایسادیم و با تو نوبت وایسی فرم پر کردیم و اینها، بعد اون خانمه که اونجا بود پرسید که شما کجایی هستی، اگه میشه سوال کنم، اینجوری محترمانه بهتر اونه که اگه خود طرف خارجیه خودش مثلا بگه من مال لهستان هستم، شما کجایی هستی، اینجوری دیگه به طرف بر نمیخوره. بعضی از اینا خب بهتر قشنگتر بلدن، مثلا میگن که شما لهجه قشنگی دارید، این شما کجایی هستی بهت بر نخوره. خلاصه گفتم من ایرانی هستم اینا، گفت بله این دوربرام زیاده و اینا. خلاصه
بعد گفت که من به غیر از اینکه اینجا این کارو میکنم، این فرما رو برای اینا پر میکنم، احیانا داوطلبانه، اون نگفت، من میگم، گفت که من توی مطب دندونپزشک اینجا کار میکنم و شما اگه ایرانی ها رو میشناسی به اصطلاح برای ما تبلیغ کن، چون خیلی ایرانی اینجاست. و من گفتم باشه، و منم یه برنامه کوچولویی دارم توی تلویزیون نقلی، این رو میگم. اینا توی رستان هستن دوستان، و دو نفر هستن، یکیشون اسمش یا پاکستانیه یا افغانیه، یه خانمش کره‌ایه، چاینیز لابد، نوشته دکتر این های لی گریس اسمش هست، ولی این آقا اسمش هست دکتر نصیر بارکزای. این بارکزای، خلیلزای، اینا معمولا افغانی هستن. در صورت اینم تبلیغ کوچولوی ما برای اینکه این خانمه هر کی هم اونجا رد میشد یه دونه از این پاکت ها بهش میداد، یه دونه مسواک و یه دونه خمیر دندون کوچیک و اینجا به اصطلاح اینها. و والا مملکت خوبیه، و میگم جالب بود، من دیروز هم دکتر دندون پزشک خودم رفتم، هم این پزشک اینجا، دکتر اینجا، و هم خون. وقتی هم شما خون میدید، بعضی از شرکت ها اگر کار میکنید روز بعدش میتونید آف بگیرید، استراحت بگیرید، تعطیلی بگیرید. بعضی هاشون میگن اگه امروز صبح رفتی خون دادی، بعدش میتونی بری خونه آف بگیری. خب خود اینم بعد نیست، 4-5 ساعت استراحت. ولی ما یه رئیس بدی داریم، نه مرخصی سرش میشه، نه نمیدونم بلاد دونیشن سرش میشه، خیلی بد اخلاق. بچه شیراز هم هست دیگه، حالا همشهریمونه چیکار کنم، باید تحملش کنم. خب ممنون و متشکر از دوستانی که هستن. دوستان یادتون نره شیر کنید با روی فیسبوک، اون زیر تصویر مردم تی به اصطلاح برنامه من، یا روی چیز به اصطلاح ناحیه یک همکار و فلان. اوکی، خیلی ممنون. یه دوستی هم الان نوشته که من $100 برای تلویزیون مردم میفرستم. گاهی وقتا این دوستان وقتی میگن میفرستن و ما میگیم، خیلی به خودمون، اون وقتا اینجوری بود، یه نفر میگه آقا من $2000 میفرستم، ما خوشحال میشدیم، میرفتیم یه دوربین میخریدیم، یه کاری میکردیم، بعد هرچی مینشستیم نمیمد اون پوله. الان دیگه یاد گرفتیم، این همون تجربه‌ایه که بهتون گفتم. الان دیگه یه نفر میگه، خب یه کسایی هستن که دیگه ما over the years به قول معروف شناخته میشون، خوشنگ اگه میگه، پتیک اگه میگه، دیگه این پولش اینه پولیه که آمده تو صندوقه، تو گاف صندوقه، بعد روش هم حساب میکنیم. یه عده هستن تا نرسه میگیم اوکی، حالا فعلا گفت، میره بیرون اصلا یادش میره، میره بیرون یه چیز مهم، ماشینش پنچر میشه، میگه آخ این پولی بود که میخواستم بدم به سوربیا، حالا دیگه نمیدم، ماه دیگه. در صورت بماند، اینم از اینو ممنون و متشکر. دندان پزشک خوب خانم مژگان شعفی در فرفکس. آهان، حالا چرا بهتون میگم فرق خوب و بد. وقتی خب میرید دندوناتون رو تمیز کنید، میپرسن که همه چیز اوکیه؟ گفتم والا یه هفته این دندون اینجا وقتی چیز گرم میخورم یا چیز سرد میخورم، ما شیرازی ها میگیم تیر میکشه، نمیدونم شما چی میگیم. و خیلی با حوصله قشنگ وایساد، عکس گرفت، پرسید که چقدر طول میکشه دردش، زود میره یا میمونه یکی دو دقیقه. بعد همیشه اینجوری یا گاهی وقت اینجوری. خلاصه همه این آزمایشا و عکس و اینها رو، و گفت که ببینید خود منم یه دندونم اینجوری بود، بعضی وقتا دندونها حساس میشن بر اثر هر چیزی، توی یک شرایطی، توی فصلی حساس میشن. اگه شما فوری بری اون طرف، احتیاج ببخشید، نه احتیاج به پول، برای پول روی دندونت کراون بذاره، نمیدونم $3000 اینو چارج کنه، اونو چارج کنه، اینها حقیقتا پول اضافی از شما گرفته، دندون شما اون موقع احتیاج به روکش نداره. در صورت ایشون گفت که یه خمیر دندون یه لوت کردن، یه خمیر دندون بزرگم خودشون دادن، همون سنسوداین، فکر کنم از کلمه سنسیتیو و اینها اینو ساختن، یعنی حساس بودن. گفت دندون خودشونم اینجوری و حساس بوده و یه هفته اینو بزنید، اگر خوب شد خوب شد، اگه نشد بعد ببینید که اگر هر وقت درد میگیره طولانی تر میشه، این دیگه باید اون موقع کارش کنیم. البته یادم افتاد که بچه که بودیم یه چیز گرم که میخوردیم میگفتیم اوه اوه اوه، مادرمون بهمون میگفت که فوتی و صبری،
یعنی یه فوتش کن، یکم هم صبر کن تا سرد بشه، شاید باید این رو دوباره رعایت کنی. خب ماجرای اهدا کردن خون، آیا این همان حجامت است؟ از حجامت و زالو چه میدانید؟ تمرین چشم ها رو بهتون گفتم، عینکتون رو بردارید، چشمتون رو ببندید، هر از گاهی اگه یادتون رفته همش خیره بودید، یه ویدیوی خیلی قشنگی بوده، یه رقصی بوده، پروپاچه طرف لخت بوده، اینجوری پلک نزدید، چشمتون خشک میشه. اگه قطره ای رو که خریدید یادتون میره بریزه خوش میشه، بهترینش همینه که ببندید باز کنید. من که اینجا کار ویدیو میکنم، تا یه ویدیویی میخواد رندر بشه یا طول میکشه ضبط بشه، عینکم رو برمیدارم، دستم رو اینجوری میذارم اینجا، دستتون رو که میذارید اینجا، اینجا یه قده هایی هست گرم که میشه چربی ترشح میکنه و چشمتون رو چرب میکنه. عجب سیستمیه که یه کره‌ای توی یه جایی اینجوری اینجوری چی میشه. شما یه بوربرینگ، این بوربرینگ ما میگیم بوربرینگ، یک بوربرینگ رو نگاه کنید، با این همه که درستش میکنن، سیلش میکنن، روغنش میزنن، اینها هر از مدتی خراب میشه، شما باید بری عوضش کنی. ولی این چیه؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال همینجوری کار میکنه. دندون 80 سال، 90 سال کار میکنه. در صورت نمیدونم، گهگاهی ما هی میگیم خدایی نیست و همش دست طبیعته، بعضی وقتا آدم ترس برش میداره که نکنه بابا واقعا خدایی هم باشه. در رابطه با این تمرین چشم ها، من اون روز بهتون گفتم که توی مهمونی یکی اینجوری جوری میکرد، ما همه دوستان که اینو بعد چند ماه دیده بودیم نگران شدیم، گفتیم چی شده، تصادف کرده، رعشه گرفته، چی شده، کلی روم نشد. تا بعد که یکمی همه آبجو خونه شنگول شدن، گفتیم آقا چی شده؟ گفت هیچی، دارم تمرین میکنم. گفتیم تمرین چی؟ گفت یه خانم 95 ساله تو تلویزیون گفته که چون از همه ماهیچه‌هاتون استفاده نمی‌کنید خشک میشه و باید همیشه اینجوری کنید. گفتیم گفته همیشه؟ گفت نه، گفته روزی نیم ساعت. گفتیم خب حالا شما روزی نیم ساعتت رو نمیشه یه وقت دیگه تمرین کنی که تو مهمونی که بعد از دو ماه سه ماه دوستانت رو دیدی نگرانشون نکنی؟ اونم این روزا که همه دارن یا عکس میگیرن یا دارن فیلم میگیرن، شما رو اینجوری اینجوری نگیرن. حالا راجع به این تمرین چشم که بهتون گفتم، شما فردا توی مهمونی نبینم نشنوم که رفتین اینجوری کردی اینجوری کردی. خدای نکرده یه خانمی یا آقای بگه آقا این چرا اینجوری میکنه، چرا به ما اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه. قشنگ وقتی سر کار تو خونه نشستی، حتی تلویزیون نگاه میکنی، لای وقتا چشمتون رو از تلویزیون بردارید، سقف رو نگاه کنید، این ور رو نگاه کنید، اون ور رو نگاه کنید، تلویزیونی که داره حرف میزنه، آقای نمیدونم دکتر صمدی، آقای فرید زاکاری، فلان بیسار اینا، خب این که همینه، این سوربی که داره حرف میزنه، نباید تو چشماتون اینجوری باز کنید ببینید چه کار میکنه. حالا دست کرد تو چیشش، فردا بریم بگیم دست کرد تو دماغش. حالا دست کرد باشه تو دماغش، مگه شما دست دماغتون نمیکنید؟ یه کمی جالبه ها، برید توی مهمونی یه نفر بهتون اینجوری کنه اینجوری کنه، هی اینجا رو نگاه کن، بریم اینجا، بریم اونجا، ببینید چه درد سری میشه. خب ببینم که براتون چی گذاشتم. 2:40 ساعت 2:40 است، 20 دقیقه دیگه با آقای یزدان خدابندلو از کل آلمان خواهیم بود و بذارید ببینم که این پیام چی میگه. I don't have more picture and بله oh, okay. مرسی. یه نفر یه کاری رو قرار بود برای من بفرسته، بهش میگم تصویر بفرست من ببینم چیه، میگه الان ندارم، برات بعدا میفرستم. تمرین چشمارم گفتم. آقای محمد شریفی محکوم به اعدام، تماس‌های دوستان، نامه، کمک‌های مالی. خیلی ها به من که زنگ زدن گفتن آقا این آقا گفته که همسرم دشمن داشته، منظورشون چیه؟ گفتم والا خیلی سوالای زیادی هست از ایشون و من باور کنید میگم با خیلی ها مصاحبه کردم که تو زندان سوئد بودن، تو زندان یونان بودن، تو کشورهای دیگه بودن، ولی با یک زندانی ایرانی که الان سایه اعدام رو سرش باشه نبودم. دو سه روز قبل از این ماجرا من خواب از چشمام پریده بود و وقتی هم با ایشون مصاحبه کردم همش همینجوری تو فکر بودم. دوستانم که ویدیو رو دیده بودن همین حالو داشتن. در صورت اون سوالا رو شما اگه دارید، من ایشون میتونید بهش نامه بنویسید، مشخصاتشو بهتون نشون میدم، فرستاده برای من که کجا نامه بنویسید، کجا
پول براشون بفرستید و الی آخر. قبل از اون اجازه بدید من، یه آقایی بود روزبه مشکین و باهاش دو بار مصاحبه کردم، ایشون فعال سیاسی هست در ایران و همش در مسافرت، گویا توی شمال یه مرغداری داره و اینها، و من براشون امروز نوشته بودم شما هم میتوانید ویدیوهای خود رو در مردمریپورت.com بذارید. خیلی ممنون سعید، بالاخره زحمت کشید این کار کرد. کامران عزیز، خانم بهیه جیلانی، پیام، آقای یزدان، شما هم برید اونجا روی اون لینک کلیک کنید، بعد در قسمت سمت راست ویدیوهای خودتون رو بذارید اونجا. این ویدیوها لازم نیست مال خود شما باشه، شما میتونید ویدیویی رو که دیدید دوست دارید موافقش هستید بذارید، حتی میدونید ویدیویی میتونید ویدیویی رو که دوست ندارید و فکر میکنید اشتباه میگه بذارید تا دیگران هم ببینن بفهمن که این که اشتباه میگه اشتباه چیه. ایشون نوشت که ما این روزا اینجا خیلی گرفتاریم و وضع جالب نیست. من نوشتم برایش دوست عزیز وقتی وضع جالب بشه که دیگه مردم احتیاج به شما و راهنمایی شما و من ندارن، میرن شمال و تفریح و مرخصی و فیلمای خوب و اینا. اون موقعی که وضع جالب نیست شما باید بیاید برای مردم بگی که چرا جالب نیست و چه باید کرد. ایشون برای من نوشته که چون شما صحبت از شمال کردید، فلسفه شمال را میدانید، این شمالی های بدبخت که این روزها چوب حراج زده اند به زمین هایشان، زمین هایی که شاه یک بار اشتباهاً از ارباب گرفت و به کشاورزها داد تا بعدها بلای جون کشاورز و کشاورزی کشور شد. در زمان شاه کشاورزان زمین های اهدایی را متری 5 ریال میفروختند تا برند شهر پیکان بخرند و در شهرها مسافه کشی کنند. امروز همان اتفاق تکرار می شود، زمین های کشاورزی را خشک می کنند تا ویلا سازی شود و ماشین های شاسی بلند سوار شود. اون توی ایران به این ماشین های SUV Sport Utility Vehicle میگن ماشین های شاسی بلند، در صورت که شاسی بلند نیست که شاسی بالاست، در صورت یه چیزای اشتباه را می افته بذار بیفته و در شهرها مسافر کشی کنه. آها میگن که اونا می فروشن و بله، بعد از چند سال که پول زمین را خوردن و تمام شد به گدایی میفتن. من خودم به خاطر آلودگی هوای تهران در شمال بیشتر زندگی میکنم و یک مرغداری هم اونجا دارم که تا کیلومترها هیچ همسایه‌ای نداشتم. الان وقتی به مرغداری میروم باید از میان کوچه و پس کوچه ها رد شوم. همه اونجاها رو ساختن. جالب اینه که به من هم اجازه نمیدن مرغداری کنم و تخم مرغ و مرغ تولید کنم، میگن بو میده. حال شما تصور بفرمایید زمین های شمالی را ساختن بدون هیچ مجوزی و برق آب آوردن بدون هیچ مجوزی و به تهرانی ها میفروشن. آنها هم دلشون خوشه که آخر هفته به شمال میآیند و در ویلای خودشان چند روزی را در هوای آزاد باشند. خب چه باید کرد؟ علی عزیز، علی شیرازی نوشته که راه های مبارزه با جمهوری اسلامی. پس از رویداد انقلاب اسلامی افرادی و دستجات مختلفی اکثرا در خارج از کشور از راه های گوناگون از جمله موارد زیر دست به مبارزه علیه انقلابیون زدن. استفاده از واژه درود به جای سلام، این واژه اکثرا برای تحسین به کار برده می شود. واژه سلام صدها سال است در بین ایرانیان رسوخ کرده، تغییر آن به درود از محالات است. به کار بردن گردن بند، دست بند، گوشواره و انگشتری فرح و هر و غیره فقط به منظور مبارزه بی امان علیه دیکتاتوری مذهبی، روی آوردن به ادیان مختلف از قبیل مسیحی، بودایی، بهایی، زردشتی به نظر میرسد ما را از راه مبارزه اصلی گم ما راه مبارزه اصلی را گم کرده ایم و به بیراهه میرویم. من نوشتم ای کاش، همینجوری که به این دوستان میگم ای کاش خمینی هم توی رادیو تلویزیون های مختلف برنامه داشت و توی پلتاک برای خودش برنامه هفتگی داشت و هنوز هم اونجا بود. به این دوستانم میگم ای کاش خمینی و آخوندا و دوستانشون هم توی این کلمه عوض کردن ها مونده بودن که ما حالا به جای سلام بگیم السلام علیکم یا اخی،
یا به جای این مثلا کلمه فارسی بگیم فلان، همینجوری تا حالا مونده بودن. دوستان 37 سال گذشته، شما هنوز بین این درود و سلام گیر کردید. تازه وقتی حالا یادتون میمونه که وقتی سوربی رو دیدید بهش بگید درود، آخرش وقتی سوربی میخواد ازتون خداحافظی کنه بره، شما بگید به داداشت سلام ما رو برسون. همین آقای امید امیدوار، دوست خودم، اوکی درود بدرود، بگو حالا سلام داداشتم برسون، خیلی وقت ندیدمش. بابا خودتون اذیت نکنید، راحت باشید. اگه اهل مبارزه هستید برید ببینید دستور مبارزه، راه مبارزه چگونه است. اگه نیستید، قرار نیست همه مبارزه کنن. اون روز من نوشتم قرار نیست همه سیاسی باشن. اینایی که هی فوش میدن ملت بی غیرت، آقا ملت غیرت داره، ملت کار زندگی داره، به کارهای خودش داره میرسه. هر کسی مسئول خانواده و زندگی و کوچه خودشه. اونایی که مسئولیت گرفتن و پول گرفتن کارشون رو انجام نمیدن، اونا رو باید شما برید دنبالشون. مجاهدین که به جایی که بره نمیدونم با آخوندها تیر و تیراندازی کنه، میاد تو نیویورک پرچم رو میافتن به جون همدیگه، قدیمی های خودشون رو میزنن. بعدم آقای مهرداد به من میگه خب پس اینا هیچ عملی نکنن، مثل شما بشینن تو تلویزیون. میگم آخه 30 سال این عمل رو انجام دادید، نتیجهش به من نشون بده. این اگر یه چیزی خورده بودن شکمشون عمل میکرد که بهتر از این عمل بود. این چیه؟ شما رو از کالیفرنیا 2 روز 3 روز بیکار میکنن، بلند میشی میای اینجا، بعدم برمیگردی خسته و خورد، 2 روز 3 روز خواب و زندگیت به هم میخوره، 6 روز 7 روز یه هفته شما رو یک انسان فعال رو از فعالیت انداختن برای که 1 ساعت بیان اینجا به احمدی نژاد فوش بدن. این همه به احمدی نژاد فوش دادید مرد، سقط شد. این همه به روحانی میخوان فوش بدید میمیره، سقط میشه تا منم بیام. پس هیچی، فقط 1 هفته نیروی خودتون رو از دست دادید. چند میلیون دلار پول خرج میکنید این تابلوهای بهش میگن بیلبورد تراک، بیلبورد ها رو را میندازید تو خیابون که نمیدونم یک کسی از قلبش خون میشه، که تو نیویورک به شماها فوش میدن، میگن شماها باعث میشید ترافیک سلو بشه. مردم نیویورک سرشون تو لاک خودشونه، همه دنبال این هستن که زود برسن سر کارشون، زود برسن خونهشون. شماها نمیدونید، خبر ندارید، چون یه جامعه بسته ای بودید. از ایران بلند شدید رفتید عراق، انگار رفتید توی غار چی میگن این اصحاب کهف. فکر میکنید که دنیا همون ایرانی بوده که شما تو زندان بودید و مجاهد و تو سازمان، بعدم رفتید تو اون غار. نمیدونید که دنیا چه خبره. شما تو نیویورک اگر مال ویرجینیا باشی، ماشینت رو یواش برونی این ساختمونا رو نگاه کنی، پشت سریت فحشت میده، بوق میزنه، ممکنه بهت شلیک کنه. وقت شما میای خیابون رو بند میاری، اونا که اون داخل هتلای خوب گرفتن و بعدم میرن اونجا با محافظ و فلان، بعدم زن و بچه‌شون میکشن میارن اینجا. شما این همه تظاهرات کردید، اینا همراهانشون کمتر شد یا زیادتر شد؟ همراهانشون زیادتر میکنن، میگن مجاهدین قرار بیان تظاهرات کنن، فامیل و دایی و عمه و خاله و اینا رو هم به عنوان نمیدونم سکیوریتی سرویس و به عنوان سکیوریتی برمی‌دارن با خودشون میارن. یکیتون حاضر نشده تا حالا بیاد صحبت کنه که مردم ببینن شما فلسفتون چیه، منطقتون چیه، این کاری که میکنید چه نتیجه ای داده. 120 هزار کشته. اگر شماها مسئول یه شرکت کوچولویی بودید، 3 ماه اول میدید شما ضرر دادید، شما را عوض میکردن. 120 هزار کشته، هنوز رهبر همون رهبر، فقط غائب شده. ظاهر که بود چه غلطی میکرد که حالا غائب شده؟ رئیس جمهور هم شده رئیس الجمهور دائم خانم رجوی. عکسای خانم رجوی رو نگاه کن مردار، عکس خودت هم نگاه کن. 20 سال پیش ایشون با 20 سال پیش خودت، 20 سال پیش ایشون با 20 سال پیش مادرت، مادرت که فوت کرد رفت. آخه عزیز من نمیفهمم واقعا تو مغزت چیه. آدم من میدونم تو قلبتون آدمای خوبی هستی، ولی یه جورایی مغزتون مثل که فعلا مرخصیه. خب درود بر شما آقای سوربی. امروز قبل از شروع بحث اصلی چند دقیقه در مورد حرفای شما گفتگو میکنیم و من مطالب یادداشت کرده را مطرح تا دیالوگی بین من و شما صورت بگیرد. خیلی ممنونم. و این چند دو برنامه آخری که داشتیم آقای خداوندلو، خیلی ها میگن این برنامه ها بهتر از اینه که آقای خداوندلو نوشته ها رو بیان بخونن، چون
ماها که اهل نوشته نیستیم، اگه اهل نوشته بودیم خودمون میخوندیم، و اگه یک کسی هم بیاد نوشته های خودش رو بخونه به همون طول و به همون عرض، باز گوش نمیدیم، خستمون میشه. ولی اگه یک کسی بیاد حاصل نوشته هاش رو کوتاه مختصر، مثل معلم که سر کلاس، معلم چه کار میکرد؟ معلم کتاب رو باز میکرد میگه بچه ها برید صفحه 60، امروز میخوام راجع به مثلا به شتاب براتون صحبت کنم توی فیزیک. نمیومد از رو کتاب بخونه، که کتاب اونجا بود برای که سرتیتراش رو نگاه کنه. بعد میگفت شتاب یعنی این، شتاب یعنی این که این گلوله که اینجا هست اگه من ولش کنم همینجا هیچ شتابی نداره، ولی من اگه بهش زدم این هی که میره، اگه تو سرزیری باشه هی مومنتومش بیشتر میشه، اگه تو سربالایی باشه کمتر میشه. اینا رو برامون دیاگرام میکشید و فرمول و اینها که هیچ کدومش هم یادمون نیست. البته کمک کرده بهمون، همین که شما یه چیزی رو میخوای برداری میبینی نمیشه، میری چوب بلندتر میاری، این فیزیک دیگه. میگی این اهرام، یادتونه طول اهرام ضربه داره، نمیدونم اون سکوش ضربه داره، اون ضربه داره این نیرو. من فیزیکم خیلی خوب بود، حریف میطلبم اگه کسی میخواد بیاد. خب ببینن این پیام چی نوشته. نوشته این درود ورود کردن هم یک نوع تعصبه، یکی الله میپرسته، یکی کوروش، یکی داریوش، یکی هم گوگوش. یارو درود ورود میکنه، هزار و یک فوش به اسلام میده، ولی وقتش میرسه سینه زنی و مور. ببینم چیه این سینه زنی رو دخیل میبنده، میگه اسلام رو دوست نداره ولی به علی و حسین ارادت داره و قسم میخوره. یا بدترین فوشش حرومزاده است، یا میخواد توهین که میکنه مسیحی نجس به این اون میگه، صحبت از روشنگری میکنه ولی به ننه میگه دختر آکبند از ولایت براش بفرست. ولی به ننهش میگه دختر آکبند. این وقتا برای جنسای بازار ماشین و اینها میگفتن آکبند. کلمه آکبند از کجا اومده؟ لابا یعنی چیزایی بوده که اصلا باز نشده. حالا دیگه دخترهای آکبندم این روزا، البته با جراحیایی که تو ایران انجام میشه، مثل که میتونن چند بار آکبند بشن. امروز دوستان یک، میدونید الان نزدیک مدرسه ها که داریم میشیم، گروه های زیادی هی میان به من و شما میگن کمک کنید برای بچه ها این بکپک بخریم، کیفای مدرسه بخریم، براشون کفش بخریم، برایشون مداد بخریم. شما باورتون میشه توی آمریکا، کشور شماره یک دنیا، غنی‌ترین ثروتمندترین کشور، معلما، آقای خداوندلو، معلما نمیخوام بگم بیشتر حقوقشون، نمیخوام بگم نصف حقوقشون، خیلی هاشون از حقوقشون برای بچه‌ها مداد و قلم و کاغذ و مداد رنگی و وسایل و حتی خوراک میخرن. مدرسه ها با وجودی که اینجا خوراک میده، ولی بعض وقتا چون پولیه بچه گرسنه نمیمونه، معلمه میبینه که این گرسنه است، همون چیزی که من گفتم که آقا سربی هم میتونست والا بره کلاس خصوصی درس بده، بابا و ننه اون بچه هم براش چای بیارن، زولبیا و بامیه، به قول ما شیرازی ها زلبی و بامیه بیارن، ولی بلند میشه میره نجف آباد مجانی درس میده، برای اونها ممکنه نون و خرما و اینا هم از جیبش ببره. این تفاوته. و تو آمریکا هم هست. حالا بعضی ها میگن آقا این سوربی عجب حزب اللهی ها، چه دروغا میگه. تو آمریکا کسی گرسنه باشه بفرمایید، اولا 40% آمریکایی ها زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. زیر خط فقر هم که میدونید، مثلا میگن شما اگر یه خانواده ای باشید که از ماهی، از سالی مثلا 30,000 دلار کمتر داشت باشید، البته تو هر استان و اینها فرق میکنه، شما زیر خط فقر داری زندگی میکنی، مجبور میشی به جایی که تو خونه چیزای خوب و سالم درست کنی، مجبور میشی بری مکدونالد یکی بخر یکی ببر، بعدم آخر سال مرض میگیری، بعدم خرج بیمارستان و دکتر اینها برمیگرده غیر مستقیم دوباره رو مردم. حالا ببینید این آربیز، این کلاه آربیز، یه فروشگاه، یه ساندویچ فروشیه مثل همون مکدونالد و اینها. ولی ببینید چی نوشته دوستان، این را از روسیه من نیاوردم. Childhood hunger یعنی گرسنگی بچه ها is more common than you think. میگه بیشتر از اون چیزی هست که شما فکر میکنید. حالا اینجاش جالب تره، میگه یه دلار هم اگه بدین، این یه دلار تغییر ایجاد میکنه تو زندگی این بچه های گرسنه.
دوستان بچه های گرسنه تو آمریکا ببینید $1 can make a difference. شما $1 اگه بفرسی ما میتونیم به اینها کمک کنیم اینها را از گرسنگی به اصطلاح بیرون بیاریم. حالا بیان پایین تر، از اینم جالب تره. میگه که 1 in 5 kids in America don't have access to the meals they need to thrive. میگه که از یعنی 20% دوستان، 1 in 5 یعنی 20% بچه های آمریکا، چه اونایی که مدرسه میرن چه اونایی که مدرسه نمیرن، 20%شون به اون خوراکی که بدنشون نیاز داره دسترسی پیدا نمی کنن. میگه که لطفاً دفعه دیگه‌ای که اومدید توی این فروشگاه اونجا اون قطعه‌ای که گذاشتیم پول خورد پول زیادتر دونیت کنید. این دونیت همون یعنی اهدا کردن، بعضی وقتا به عنوان صدقه دادن هم استفاده میشه. حالا یکی از صدقه بدش میاد، دونیت، دونیت همون بازوی چی میگم به شکرانه بازوی توانا گرفتن دست ناتوان است، این کاره. در صورت اینایی که هی فکر میکنن که ما هستیم که فقط گرسنه داریم هیچ راه حلی هم براش ندارن، آقا آمریکا هم گرسنه داره ولی آمریکایی به دولت فوش نمیده، تازه به قول خودشون این دولت دزد و آخوند و اینها نیست. شمایی که میگی دولت دزد و آخوند، من اتفاقا با آقای منصور استانبول گفتم آقا شما که میخوای مردم برن جلو زندان اوین تظاهرات، توی زندان اوین چیه؟ کیه؟ یه سری زندانی که اونا اون داخلن صدای شما رو نمیشنون، یه سری اون بالا هستن و بیرونن که اینا زندانبان هستن، اینها شغلشون اینه که این بیچاره ها رو اون داخل نگه دارن. شما میرید به اینا اعتراض میکنید، چی شده تا حالا این همه اعتراض کردید؟ حالا ایشون قرار شده بیاد، از بس ماشاءالله همشون هم خیلی مشغولن میرن دیگه خبری نمیشه. در صورت اینم از این، اینها اگر یه مشکلی میبینن چه باید کردش رو هم دارن. آمار تلفات زمین لرزه ایتالیا افزایش یافت. امروز تو ایتالیا یه زمین لرزه اومده به بیشتر از 6 ریشتر بوده، تا اون موقعی که من خوندم 38 نفر کشته شده بودن. و یه عکسی رو دکتر عباس فرستاده که این خیلی جالبه، اینم ماجرای پزشکی در آمریکاست. اینو بهتون نشون میدم، میریم سراغ آقای یزدان خدابندلو. ببینید به جایی که این دکتره گوشیش رو بذاره رو قلب این، روی سینه این، روی نفس کشیدن این، روی پشتش بهت بگی نفس عمیق بکش، گذاشته روی جیبش ببینه وضع جیبش چطوره. این هم از این ماجرا. اجازه بدید من ازتون 1 دقیقه خداحافظی کنم، قطع میکنیم، ولی دوباره همینجا خواهیم بود، چه در تلویزیون مردم چه در فیسبوک. 1 دقیقه این برنامه قطع میشه، دوباره وصل میشه. دلیلش هم اینه که استقلال برنامه اونها داشته باشن. دیدید الان دیگه یوتیوب خود آقای یزدان خداوندلو، بایگانی خود ایشون در وبسایت‌های مختلف. پس با ما باشید.